تظاهرات بزرگ برلین همچنان مورد توجه رسانه‌های خبری. دلال رژیم ایران متهم به نقض تحریم‌های آمریکا. تشنج پیرمرد دستفروش نابینا در اثر حمله ماموران شهرداری در تبریز. الرياض عربستان، تظاهرات باشکوه و عظیمی در شهر برلین با حضور بیش از 15,000 ایرانی برگزار گردید. ایرانیان در این تظاهرات از قیام مردم ایران و مبارزه کانونهای شورشی برای سرنگونی دیکتاتوری مذهبی آخوندی و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردمی پشتیبانی کردند. خانم رجوی طی پیامی خطاب به تظاهرکنندگان در برلین گفت: امروز آخوندها در تله و تنگنای سرنگونی به دام افتادند و شما رو به میهن، رو به قیام کنندگان، رو به کارگران و معلمان و سایر مردمان به جان آمده میگویید بتازید و بتازید. روزنامه از سیاست کویت، ایرانیان در آلمان در تظاهرات خود خواستار محاکمه و پیگرد و اخراج عوامل اطلاعات و سپاه پاسداران از اروپا و قطع روابط با رژیم ایران به خاطر حمایتش از تروریسم شدند. مریم رجوی در پیامی تاکید کرد: مردم ایران از جامعه بین المللی و به خصوص اروپا می خواهند که سیاست دادن امتیاز به رژیم حاکم بر ایران را متوقف کند. رژیم ایران بزرگترین تهدید صلح در جهان امروز است. روزنامه آلمانی فری پرس، ایرانیان به خیابان‌های برلین آمدند تا علیه نقض حقوق بشر رژیم ایران و با فراخوان به سرنگونی آن تظاهرات کنند. تظاهرکنندگان پرچم ایران را به همراه بادکنک‌های سبز و سفید و قرمز حمل می‌کردند. آنها شعارهایی مانند مرگ بر رژیم سر می‌دادند. یک پیام توسط مریم رجوی حین مراسم برای جمعیت پخش شد. دادستانی آتلانتا، مرکز ایالت جورجیای آمریکا، یک دلال رژیم ایران را به جرم نقض تحریم‌های آمریکا و توطئه و تلاش برای صادر کردن مواد بیولوژیکی از آمریکا به ایران بدون کسب مجوز متهم کرد. وی در پاییز 97 هنگام ورود به آمریکا در فرودگاه شیکاگو بازداشت شد. گفته می‌شود دو دانشجوی سابق وی نیز در همین ارتباط متهم می‌شوند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با مخابره این خبر افزود اتهام ها علیه مسعود سلیمانی و دو دانشجویش می تواند 20 سال حبس در پی داشته باشد. شماری از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز دوشنبه در اعتراض به اخراج خود به دلایل واهی در مقابل وزارت کار رژیم در تهران تجمع کردند. جمعی از کارگران شرکت باختر بیوشیمی در اعتراض به مشکلات شغلی خود مقابل ساختمان موسوم به دیوان عدالت و وزارت بهداشت رژیم در تهران تجمع کردند. شرکت باختر بیوشیمی با سابقه 30 سال کار در کرمانشاه واقع شده است. مؤسسه اعتباری ملل، شعبه خرم‌آباد. جمعی از کارکنان مؤسسه مالی وحدت آرمان در خرم‌آباد در اعتراض به انسداد سپرده‌های مالی خود و نداشتن امنیت شغلی در محل ساختمان این مؤسسه تجمع کردند. پرسنل مظلوم و ستمگیری قابل اعتبار وحدت که هر دفعه توسط مؤسسه ملل به هر دلیلی حقشون ضایع میشه. ماموران سرکوبگر سد معبر شهرداری رژیم در تبریز به دستفروشان مستقر در بازار گرجیلر حمله کردند. در جریان این حمله وحشیانه یک پیرمرد دستفروش نابینا دچار تشنج شد.